الان نیاز داریم به وسیله این اسماء نامعینی که الله صفات بلند و بالا از آن از الله بخواهید، طلب کنید، این بالاترین عبادت است. می فرماید ولله الاسماء الحسنى، از آن الله هستند، فقط حق الله هستند نامعینی که فعبودوا بها، به وسیله این نامعینی که الله صدا بزنید. خب نامعینی که قاعده کلی این است که کل اسم دال على صفت کمال عظیم، هر نامی از نامهای الله دلالت میکند بر یک صفتی، اما نه فقط صفت، کمال، صفت کمال و عظیم. این نشانه اسماء الحسنا است که این نامهایی که الله است، صفت های بلند و بالا است. یعنی اگر صفتی از صفات بیان شد که در آن صفتی در آن نیست، اسمی از اسماء بیان شد که در آن صفتی نیست، فقط اسم محض است، صفتی در آن بیان نمی شود، اون اسماء الحسنا نیست، اون لایق الله نیست که به اون الله را صدا بزنی. مثلا عارف در کتاب سنت نیامده که اسم الله عارف است. عارف اسم محض است، صفت کمال در آن نیست، صفت عظیمی در آن نهفته نشده. بنابراین این نمیشه الله رو بگیم الله عارف، الله عالم. علم یک اسمی است که یک صفت عظیمی در آن نهفته است. عظمتش چی است؟ یعنی محیط بجميع اشیاء بعلمه، الله بوسیله علم خودش به تمام اشیاء محیط است. فلا يخرج عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء، هیچ ذره ای از علم الله در این عالم کائنات خارج نمیشه. جاست عالم علیم هم اسم است هم صفت الله است. رحمان هم اسم است هم صفت الله است. رحیم اسم است صفت الله است. چرا؟ یک صفت بسیار عظیم در آن نهفته است که کمال است، صفت کمال، صفت رحمت، صفت علم، صفت رحمانیت. بنابراین اسماء الحسنا به اون میگوید، اسماء الحسنا نامهای نیک که اسمی باشد، نامی باشد، صفت باشد، نه فقط صفت خالی، کمال، صفت کمال باشد، عظیم باشد، صفت کمال، چنان کمال باشد که به عظمت خودش انتها داشته باشد. به اون میگن اسماء الحسنا. اما به صفتی دارد، اسمی است، صفت ندارد، صفت کمال ندارد، اون اسم الله نیست. یا صفت دارد، صفت ناقص دارد است. یا صفت دارد، صفت مد و زم دارد، وجود دارد. چنان صفتی است که هم مد دارد است، هم زم دارد است. یعنی هم خوب، هم بد، معنی خوب و بد دارد وجود. این صفت الله است. بنابراین این که ما میگویم که خدا، این صفت نام الله است. اگر کسی را قسم بدهم به نام خدا که تو را به نام خدا قسم میدهم، این حق ندارد اون مفتی، اون عالم به نام خدا کسی را قسم بدهم، چون خدا نام الله است. الله نام حقیقی است که مستجمع و جمعی صفاتی، همه صفات را شامل و کامل است. اما بقیه صفات به نام علیم را قسم بدهند، به نام والله، بالله، تالله، بالرحمن، بالعظیم، والله العظیم، والله القدیر، به نام قدیر، به صفات دیگر، به کلام الله را قسم بدهند، صفات الله است. اما این کسی را قسم بدهند که تو به نام خدا قسم بخور، خدا که اسم او نیست. چرا؟ همه نام های نیک الله، همه اسمای الله، صفات الله توقیفی هست. توقیفی رو میدونی معنیش چیه؟ توقیفی این است که الله خودش بیان میکند که من این نام ها را دارم، اینها نام من هستند، اینها صفات من هستند. یا پیامبرش صلی الله علیه و سلم میگه
اینها نام الله است، صفات الله است. غیر از الله و رسول، هر کسی از پیش خودش یک کلمه زیبایی را ببیند که بسیار معنی خوبی هم دارد، بگوید که من این کلمه را برای الله نامگذاری می‌کنم، این نام الله است. سب بیتونیم بسیار کسی بگوید عارف، کلمه بسیار زیبایی است. عارف یعنی کسی که می‌شناسد. در کتاب سنت نه آمده که عارف صفت الله است. حنان صفت الله نیست. خدا صفت الله نیست. کلمه عجمی است. اصلا معنیش ده از در فرهنگ لغت اگه بره به اونجا نگاه بکنی خدا معنیش چیه؟ چند تا معنی برش بکنی؟ خدا بازم اشتباه است. اگر خدا را معنی بکنیم یعنی خود به خود آمده است، یعنی چطور خود به خود آمده است؟ یعنی چی؟ خدا اگر بهش بگیم که نا یعنی صاحب بیت، صاحب خانه، صاحب مملکت، صاحب یک مالک یک چیز، بازم این مالکیت، این ملکیت که در کلمه خدا نهفته است ناقص. چقدر مالکیت داره، چقدر ملکیت داره؟ ناقص است، کامل است. بنابراین نمیتوانیم الله را معادلش خدا قرار بدهیم. خدا کلمه عجمی است، معنیش هم در معنیش اختلاف است. دقیق کسی هم نمیداند که به چه، اگر معنیش مشخصا باشد صفت الله نیست، نام الله نیست. الله و رسول برای ما تعیین نکرده است که شما از پیش خودش برای الله نام تعیین بکنید. بنابراین تلاش بکنید همیشه وقتی که نام میبرید و الله سبحانه و تعالی، والله من به نام الله شروع میکنم، نه اینکه من به نام خدا شروع میکنم. خب اینا که بعضی هم میگن الله و آخونده و بعضی علما و بعضی، خب عالم اسماء و صفات نیستن، عالم صفات توحیدی نیستن، بنابراین برایش مهم نیست. حالا به زبان انگلیسی ممکنه خدا یک اسم دیگه هم رو گاد بوش میگن، چیزی شبیه هم میگن، یا یزدان، به نام یزدان. کی گفته که یزدان صفت الله است، نام الله است؟ اینجاست که یزدان و اهریمن و نمیدونم و خدا و امثال این، اینها را به نام الله نیستن، صفات الله نیستن. هیچ وقت به این نام الله را صدا نزدن، به این نام اون قسم کسی بخورد اون قسم حساب نمیشه. الله رحمان، رحیم، قدیر، عزیز، قهار، امثال این که 99 نام برای الله در کتاب سنت بیش از 99 نام آمده. با این نام الله را یاد کنید، با این اسم الله را نام ببرید، دعا کنید، در بین خودشون حرف زدید، نگوید که به خدا قسم، به الله قسم. اینه یاد بگیرید، چون نام های الله توقیفیه. توقیفی به این معنی است که نباید از پیش خودمون برای الله نام تعیین کنیم، اسم تعیین کنیم، اجازه نداریم. چرا اجازه نداریم؟ جلوتر میاد. پس هر اسمی از اسماء الله، هر نامی از نامهای الله باید صفتی در آن باشه، نه فقط صفت، صفت کمال، صفتی که بسیار ما حق نداریم که برای الله نام تعیین کنیم. شما میدونید که عظمت الله، شأن الله چقدر بزرگه؟ ما از کجا میدانیم که این کلمه بیانگر صفات عظیم او است؟ نه، ما بشری نمیدانیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولله الاسماء الحسنى، از آن الله است، ویژه الله است نامهای حسنا نیک. چه زمان نام نیک میشود؟ اسمی باشد دلالت کند بر صفتی، نه فقط بر مطلق صفتی، بلکه بر صفتی کمال عظیم. به اون میگن اسماء الحسنا. در این اسماء الحسنا احد شریک نیست، هیچ مخلوقی، فرشته، انبیاء، ولی،
مخلوق احد در شریف نیست، فقط اون نام الله است. گفتم مثل الله، رحمان، رحیم، علیم، قدیر، 99 اسم آمده در کتاب سنت. این اسما الله را یاد میکنیم، مشکلات خودمون را، مصیبت در مصیبت افتادیم، مشکلی افتادیم، نیاز پیدا کردیم، طبق اون اسم الله را صدا بزنیم. رزق اگر مشکل داره به نام یا رزاق الله را صدا بزنیم. اگر میخواهید که الله به تو رحم بکند، اللهم اغفر لي وارحمني، با کلمه رحیم و رحمان را یاد بگیرید. برای ما از این اسماء صفات استفاده بکنید. جلوتر الله سبحانه و تعالی میفرماید و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. نامهای بلند و بالا، نامهایی که دارای صفت بلند و بالا هستند، ذر الذین، رها کنید کسانی که یلحدون بی اسمائی، فی اسمائی، نامهای نیک را چکار میکنند؟ الحاد میکنند در آن. الحاد یعنی کج روی میکنند، کج میرند. الحاد بمعنی المیل عما جعلت له المعنی الحقیقیه. اون معنی حقیقی که در اون اسم دارد، از اون معنی حقیقیش او را منحرف میکنند، تحریفش میکنند، تعبیرش میکنند. الله سبحانه و تعالی که تهدید میکنه، وعید شدید بیان میکنه که ذر الذین، رها کنید کسانی که یلحدون فی اسمائه، در نامهای الله کج میروند. چطور کج میروند؟ مثلا نمونه شکینه، مشرکین به شفیعان خودش، مشرکین وقتی میخواستن که یک چیزی از الله بخواهند، مستقیم از الله نمیخواستن، یک شفیع، دنبال شفیع بودن، می رفتن دنبال یک شفیع، مثلا دنبال عیسی علیه السلام، یک پیامبر بودن، دنبال یک پیامبر مثل ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یا عزیر، یا فرد صالح. این فرد صالح را شفیع خود قرار می دهد، واسطه قرار می دهد. اگر بخواهیم که الله ما را دوست داشته باشد، گناهان ما را ببخشد، ما نزد الله تقرب پیدا بکنیم، عزیز بشیم، گرامی بشیم، می آمدند یک انسان را، یک مخلوق را، فرشته را، یک اولیاء را واسطه قرار می دادند. یعنی چی؟ برخی از عبادات، برخی از عبادات، یعنی از عبادات توحید الوهیت، نماز و روزه و زکات و حج و نذر و رکوع و دعا، می آمدن برای اون شفیع، برای اون واسطه انجام می دادن که اون واسطه برود پیش الله مشکلات ما را حل کند. یعنی بین خود و بین الله یک شفیع را می آوردن. اون شفیع را با سجده و با رکوع و با قسم و با حرف و از به حضور با صدا کردن عبادت می کرد که او راضی می شود، نزد الله مقرب است، او راضی می شود، برای ما اونجا دعا بکنند، الله حل می شود، امکان ندارد که رد بکنند. این الهاد است. چطور الهاد شد؟ آمدن امین واسطه را به نام اله مسمى بذارید. مثلا چه گفتم؟ افرائیتم اللات والعزا. لات از الله گرفته بود، یعنی در واقع این لات، کلمه لات به زبان عربی بده، انحراف، یعنی معنی انحرافی کلمه بود که از الله گرفته بودن اسم اون بزرگ را به نام الله. الله دارد اون شخص لات صبیق برای حجاج غذا درست میکرد، خب برای حجاج غذا درست میکرد، پذیرایی میکرد، بعد اون که از دنیا رفت، آدم صالح بود، رفت دام دین خودش، بعد آمده رفته رفته این را پرستیدن، بزرگ قرار دادن، شفیع قرار دادن، واسطه قرار دادن، برای خود آخر از نام الله یه چیزی بر نام گذاری کرده، گفت که گفت لات. این تی مبالغه است، یعنی بسیار خدای بزرگ، اله بزرگ. عزا از عزیز بود، عزیز اسم الله است. آمدن گفتن این خیلی آدم اله قویست، واسطه قویست، عزیز یعنی غالب و تواناست. آمدن یک به اصطلاح عجوز بیرزنی، در واقع جنی بود، از جنیات بود، در یک درخت اونجا
مردم را گمراه کرده بود و صدا میزد اونجا، دعای مردم دعا میکردن جوابشون میداد. آخر رفته رفته اسم الله را گذاشت، یعنی عزیز عزا عزیز، یعنی عزا از عزیز آمد. خب افرایتم لات و العزا، منات از منان اسم الله است. ببین آمدن نام الله را شکستن برای این مخلوق گذاشتن. چرا؟ تصور میکردن که این مخلوق همان صفت را دارد که الله دارد. خب این الله سبحانه و تعالی جه تحقیق میکنند که ذر الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید کسانی که نام الله را شکسته میکنند یا نام الله را بر مخلوق نام گذارند. در حالی که قرآن میگوید ولم در سوره مریم آمده است، الله سبحانه و تعالی میفرماید که من نیست تا امروز کسی نام الله بر او گذاشته شد. هل تعلم له سمیا؟ هل تعلم له سمیا؟ آیا تتنو شنیدید که نام الله بر کسی گذاشته شود؟ یک مخلوق شما تنو شنیدی که اسم او الله باشد؟ از آدم تا امروز نیست کسی که بگوید من الله، کسی نمیتوند، اما میتواند اعتقاد بکند، یک تغییراتی پیش بیارد، الله را با تغییرات لات، عزیز را با تغییرات عزا، منان را با تغییرات کلمه منان را منات بکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید ذر الذین، اینها را رها کنید، دارند به الله احترامی میکنند، صفات الله را بر مخلوق برای مخلوق قائل می شود. اینا ملحدن، اینا ملحدن، یعنی میان الحاد پیدا می کنند. یکی از این که در دین الحاد پیدا کنند توحید اسماء و صفات است. اینقدر مهم توحید الوهیت را اگر شما قبول بکنید کامل، توحید الوهیت را کامل اگر شما قبول بکنید، اما در اسماء و صفات آمدید معطله شدید، اسماء و صفات معنیش را تعطیل کردید یا معنیش تحریف کردی، تغییر دادی، تشبیه دادی، شما شبیه اون افراد قرار میگیرید که مشرکین مکه برای معبودان خودش از نام الله برای اونها نام گذاری میکرد. ذر الذین یلحدون، رها کنید کسانی که الحاد پیدا میکنند در نام های الله. خب سیعجزون ما کانوا یعملون، الله سبحانه و تعالی میگوید من شدیدا همه معجزات. پس این یکی از این بود که نامه های الله را بر مخلوق شکسته بگذارید و تصور بکنید که این واسطه، این شرطی مستحق این است که یکی از نامه های الله بر او و یک تغییرات کوچکی بگذارید به عنوان اله بشه، آلهه اسمش گذاشته. خب یا اینکه معنی اون کلمه صفت الله اسم الله را تعریف بکنید، تعریف بکنید، مثل که اسم استوارا به منم استولا، اون صفتی هم هست. الله برای خودش گفته استوالا لاش، اون صفتی من هست. علامه الیاس بن در ادبیات عرب کم داشت که بیاد الرحمن استولا علی لاش، چی لازم بود؟ استوالا لاش. چرا الله سبحانه و تعالی گفت استوالا لاش؟ اگر استوارا ما بیاد معنیش اینه که الله بالای همه مخلوقات خودش قرار گرفت، علا ارتفع. خب یعنی بگیم نه، این معنا را تو خالی بکنیم، از اون معنای حقیقیش مین الحاد بزنیم و مایل بشیم به سمت تعبیرش، تعبیرش همون استولا است، یا مایل بشیم به سوی تعطیلش، کلا معنی از اون کلمه را تعطیل بکنیم. چطور؟ مثلا بگیم که علیم بلا علم، الله علیم است اما علم ندارد، سمیع است میشنود سم ندارد، قدیر بلا قدرت، تعریف است تعطیل است، کلا معنی الله را تعطیل کرد، معنی و صفت را تعطیل کرد، اون اسم را کاملا تعطیل کرد. علیم بلا علم یعنی چی؟ الله علیم است صفت علیم، خوب چی؟ ما علم ندارد، سمیع است میشنود اما سم ندارد، بصیر اما
بسر ندارم. تعدیل است. این هم جزء اون الهاد قرار میگیرد از الان. پس معطله کسانی که اسم الله تعدیل میکنند از معنیش، کلن خارج میکنند اون کلمه را از معنیش. بین هم میگن معطله تعدیل کننده. یا تعدیل تعدیل میکنند مثل که استوارا به من استولا. یا ید را به من قدرت. یا رضا را به من ثواب. یا نزول را به معنی نزول رحمت. هر صفت از صفات فعل الله سبحانه و تعالی بیان شده یا صفات ذاتی را یا تعبیر بکنیم این هم الحاد است. این ملحد جمع به تعبیر قرآن ملحد است. یا صفات را از معنی کلن خارج بکنیم بدون معنا میگم مخفزه تخویز بکنیم نمیدن معنیش معنیش مشخص است. نمیدن معنیش تفویض بکنیم این تفویض ام الهاد است یا بگیم که تعطیلش بکنیم که اصلا معنی نداره این معطله تعطیل میشه این ام الهاد است. چه تعطیلش بکنیم از معنیش چه تغییر بدیم تعبیرش بکنیم این هم الهاد است. چه اینکه نام الله را بر مخلوق بگذاریم شکسته لات و منات و عزا این هم الحاد است. یا اینکه از پیش خودش برای الله نام بذاریم اونی نام بذاریم عارف یا مثلا موجود وحدت یا وجود به قول اینا موجود یا واجب الوجود مثلا یا علت فاعلین یا خدا یا ایزه و امثال اینها اینها هم ملحدن کسانی که برای الله است پیش خودش نام تعیین در شامل این آیات سیجزون الله سبحانه و تعالی میگه شما به من اهانت کردید. یک انسان مخلوق برایش پدر و مادرش طبق صفات او برایش نام میگذارید درسته؟ مثلا شما بیایید فرض بفرمایید برای یک شخص اسمش زید اسمش عمره اسمش ابوبکر شما بیایید اون شخص را که اسمش پدر و مادر گذاشتن اسم را پدر و مادر گذاشتن شما بیایید یک اسم دیگری برش گذاشتن که اسم ناخوشایند است ای اون شخص راضی می شود از این اسم بگو اسم فلانیه ببخشید چرا من با این اسم صدا زدی چقدر ناراحت می شود مگه اسمم اینه اینجاست که الله میگه تو خش انسان ها نمیپذیرند که اسم برای او پدر و مادر تعیین کرده اسم محترمی شما بیایید یک اسمی از پیش خودشون خودتان برای او تعیین بکنید و اسم ناخوشایندی چقدر انسان ناراحت میشه الله میگه من برای خودم اسم تعیین کردم صفت تعیین کردم شما برای من اسم تعیین نکنید شما برای من صفت تعیین نکنید صفات اسماء توقیفی هم بر گفته الله و رسول منحصر هم متوقف هم اینجا است که از این بعد کلمه خدا را اسم الله نیست صفت الله نیست ایزد نیست ایزد اینا زرداشتی هم برای الله اسم گذاشت این در کتاب و سنت نیم خب وقت به پایان رسید اینجا است که امام ابو حنیفه رحمه الله این نکته را یادآوری بکنم امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید همه صفات الله همه اسماء و صفات الله نثبته کما اثبت لنفسه کما اثبته رسوله امام گونه که رسول او برای او ثابت کرده است نؤمن به او ایمان می آوریم امام در فقه اکبر بلا کیف کیفیتش معنیش هم میدانیم از معنیش انکار نمی کنیم معنیش تغییر نمی دهیم معنیش تحریف نمی کنیم و معنیش تعدیل هم نمی کنیم تشبیه با مخلوق نمیدهیم که اسم الله با اسم فلان مخلوق مشابهت دارد یا ذاتی دارد چیکار میکنیم؟ ایمان داریم به اون معنیش بلا کیف کیفیتش نمیدهیم والله کیفیتش نمیدهیم پس نه ما مشابه شدیم نه مجسمه شدیم نه معطله شدیم امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید هذا عقیده اهل سنت و جماعه عقیده اهل سنت و جماعه این است که امام غزالی میفرماید که صحابه و تابعین فراوان بودن عقیده ماهی بود عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه میگه فراوان بودن عقیده ماهی بود که صفات الله را معنیش میدانیم معنیش برای ما مشخصه کیفیتش نمیدانیم
این عقیده اهل سنت و جماعت. پس بر اساس گفته امام ابو حنیفه رحمه الله که هر کس صفات الله تغییر بدهد، تحریف بکند، تفویض بکند، اون اهل سنت و جماعت نیست. ولو کس به خودش ماتوریدی بگذارد، اسمش اشعری بگذارد، معتزله بگذارد، جهمیه بگذارد، هر کسی باشد، طبق تعریف امام ابو حنیفه رحمه الله اون شخص اهل سنت و جماعت نیست. این من نمیگم، از پیش خودم نمیگم، ببین فقه اکبر رو نگاه بکنید، فقه اکبر شرحش هم نگاه بکنید که علامه مولانا قاری رحمه الله برای شرح داده، همه سلف صالح عقیدش این بودن که اهل سنت و جماعت اسم امام مالک رو میگیرد، امام شافعی، امام احمد، همه ائمه حدیث اسمش تک تک میارند. بعد میگوید که مخالف اینها مشبهان، مجسمان، معطلان. هر کسی مخالف این عقیده باشد اون اهل سنت نیست، علی اسمش ماتوریدی هم باشد خب باشد، ولی ماتوریدی است، اهل سنت و جماعت نیست، مگر در بخشی از اون قسمت با اهل سنت اشتراک داره، بگن اون قسمتش با اهل سنت موافقت دارد. اما اهل سنت کامل کسی است که صفات الله، اسماء الله، معانیش مشخص برای کیفیت میگه تخویض میکنه، میگه والله کیفیتش نمیدونم چه افعال ذاتی چه افعال فعلیه. مخالف به این طبق فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله در فقه اکبر، در کتاب شرع عقیده الطحاویه، در خود عقیده الطحاویه اون اهل سنت نیست. برود عقیده امام خودش بدانه که امام ابو حنیفه رحمه الله با اهل سنت و جماعت بوده، با اهل حدیث بوده، با سلف صالح بوده، و این دلیل معتبر ما این دو تا کتاب معتبر از پسرش حماد روایت شده، از شاگرد ارشدش ابو لطفی بلخی روایت شده، بعد از یکی از پیروان ارشد و صحیح و قوی که از ائمه حدیث بوده که امام ابو جعفر طحاوی کتاب عقیده طحاوی را نوشته که این عقیده امام است. شما ببینید که این کتاب شرع عقاید نسبی هیچ تناسبی، هیچ از به حضور همخوانی با این دو تا کتاب که من سپردم ندارد. بنابراین در حوزه علمیه دوستان که تدریس میکنند توصیه من این است، بیاین شرع عقیده و طحاوی را دست بدهند. شرع عقیده و عقیده طحاوی را با شرعش که علامه ابن ابن عز الحنفی نوشته، اونم حنفی بوده، اونجا نگاه میکنید ببینید که چطور اسماء و صفات بیان شده. بیش فقه اکبر را بخوانید که فقه اکبر صفات اسماء و صفات امام ابو حنیفه بر جمله را چرا نه را نمیخوانید؟ مگه امام ابو حنیفه عالم عقیده نبوده؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك.